قسمتی از مسجد حیدرآباد در هندوستان به مرکز درمانی برای زنان و کودکان در بحران کرونا تبدیل شده است. مسجد جامع المصطفی در حیدرآباد بخشی از محوطه را به مرکز بهداشت اجتماعی برای کمک به زنان و کودکان محلی به منظور درمان کرونا تبدیل ساخته است. محمد فریدالله مدیر یک بنیاد خیریه غیر حکومتی که یک مرکز مراقبت‌های بهداشتی اجتماعی اداره می‌کند به خبرنگاران گفت با وجود بحران کرونا و محدودیت‌ها مسجد برای کمک به آنها چراغ سبز نشان داده است. وی ادامه داد در محدودیت‌های کرونا ما در اینجا ملزومات اساسی را فراهم کرده بودیم و بسیاری از مردم درخواست کمک پزشکی داشتند. سپس دریافتیم که زنان و کودکان زیادی در این منطقه دچار مشکلات جسمی شدند و بیمارستان دولتی تقریباً 8 کیلومتر تا اینجا فاصله دارد و هزینه‌های حمل و نقل و دارو برای مردم سرسام‌آور است. وی افزود وقتی سازمانش به دنبال مکانی برای راه اندازی درمانگاه بود، آنها با مدیریت مسجد صحبت کردند و موافقت شد فضای لازم را برای آنها فراهم کنند. وی ضمن بیان اینکه استفاده از این درمانگاه صرف نظر از دین و مذهب برای همه رایگان و قابل استفاده است گفت ما در حال ارائه مشاوره رایگان به همه هستیم و هر روز افراد بیشتری به درمانگاه مراجعه می کنند. عبدالله امام جماعت مسجد المصطفی نیز به خبرنگاران گفت که تصمیم برای تبدیل بخشی از مسجد به درمانگاه با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی در بحران شیوع کرونا بوده است. به گفته وی این درمانگاه مختص زنان و کودکان است و یک درمانگاه دندانپزشکی برای آقایان نیز وجود دارد.